سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی سرحال منتظر باشید که با هم امروز میخوایم یک مبحث بسیار مهم رو تمرین بکنیم و یاد بگیریم در حقیقت و اون هم حل مدارهای الکتریکی هست و خب حتما میگید که ما تا الان پس داشتیم چیکار میکردیم ما داشتیم همش مدارهای الکتریکی رو حل میکردیم اما من بهتون میگم که ما امروز میخوایم این رو به صورت کاملا کلاسیک یاد بگیریم و از قوانینی که امروز میخوایم با هم تمرین کنیم به صورت کاملا منظم اون قوانین رو در مدارهای مختلف اعمال بکنیم و بدون اینکه کوچکترین اشتباهی بکنیم ما همه مدارها رو حل بکنیم با این روشی که امروز یاد خواهیم گرفت در حقیقت در این ویدیو و این روش اسمش هست قوانین یا قانونهای کرشوف اه آقای کرشوف کسی بود که اولین بار این قوانین رو کشف کرد اینها رو به اختصال بهشون KVL کرشوف ولتج لا و KCL کرشوف کارنت لا یعنی قوانین جریان کرشوف و قوانین ولتاژ کرشوف هم میگن خب بذارید من برای اینکه این قوانین رو به شما بگم اول از همه یک مدار خیلی نسبتا در حقیقت ساده بکشم فرض کنید ما یک همچین مداری داریم یعنی یک باتری میاد وصل میشه به دوتا مقاومت این شکلی و بعد یک مقاومت هم مثلا ما اینجا داریم خب من این باتری رو فرض میکنم هست وی ولت این مقاومت رو فرض میکنم هست R1 این مقاومت رو فرض میکنم هست R2 و این هم R3 میخوام شروع بکنم با قانون جریان کرشوف یعنی میخوام ببینیم با همدیگه که قانون جریان کرشوف چی هست خب کرشوف برای اینکه این رو ببینیم بیاید اول از همه این مدار رو با هم نگاه بکنیم ببینید ما میدونیم که جریانی که در این مدار شکل میگیره باید در این جهت باشه قاعدتا برای اینکه اینجا مثبت هست اینجا منفی و جهت جریان از سر مثبت باتری به سر منفی هست جهت قراردادی جریان من اسم این جریان رو میذارم آی یک مثلا بعد این آی یک میاد ادامه پیدا میکنه میاد اینجا و اسم اینو میذارم آی 2 خب حتما میگید که خب این جریان که با این جریان برابره چون در یک سیمه من میگم آره ولی من میخوام این برابر بودن رو از این قوانین جریان کرشوف هم برای شما به دست بیارم خب یا بذارید من به جای آی مثلا دو اسم اینو بذارم مثلا آی 1 اسم اینو بذارم آی خب برای اینکه این آی ایک به این معنیه که از مقاومت آر یک عبور کرد بعد این جریان که میرسه به این نقطه دو تا راه برای عبور داره درست مثل ماشین هایی که میرسن به یک دو اتوبان موازی بعضیاشون میان اینجا میشن آی دو بعضیاشون میرن اینجا میشن آی سه بعد اینها ادامه پیدا میکنن اینجا و همون آی سه و آی 2 میشن حالا شما میتونید اسمشون رو بذارید آی 3 پریم و آی 2 پریم و بعد نشون بدید که این دوتا در حقیقت برابر هستن و بعد اینها میان میرسن به این نقطه هر دو و بعد میان این پایین و اسمشون میشه مثلا آی پریم خب قانون جریان کرشوف چی میگه به ما؟ من این رو برای تو مینویسم میگه مجموع جریان هایی جریان هایی من چقدر بدخط نوشتم این که وارد یک گره میشوند مساوی هست با مجموع جریان هایی که از یک گره خارج می شوند خب اول از همه در این تعریف یک لغت هست که شما تا حالا نشنیدید اون هم لغت گرهه خب گره چیه؟ گره هر نقطه از مداره که دو تا قطعه به هم متصل میشه خب پس گره محل اتصاله ببخشید دو قطعه دو قطعه از دو قطعه دو در حقیقت نذیه دو یا چند دو یا چند قطعه از مدار یعنی جایی که دو یا چند قطعه به هم متصل میشن مثلا اینجا الان در این نقطه مقاومت آردو مقاومت آرسه و باتریمون دارن به هم متصل میشن با سیم یا در این نقطه این سه مقاومت در حقیقت دارن با سیم به هم متصل میشن یا مثلا در این نقطه مقاومت آر یک متصل شده به باتری وی ما پس این سه تا گرهی است که مثلا ما در این مدار داریم و قانون جریان کرشوف داره به ما میگه که مجموع جریان هایی که وارد این یک گره میشه برابر مجموع جریان هایی که از یک گره خارج میشه مثلا در این نقطه گره مثلا بذارید اسمش رو بذاریم گره A مجموع جریانی که واردش میشه چیه؟ فقط این آی یک واردش میشه بنابراین آی 1 مساوی هست با مجموع جریانی که ازش خارج میشه یعنی آی 2 به علاوه آی سه این دو جریان مجموع جریانی که داره از این گره خارج میشه یا مثلا در این نقطه نقطه مثلا اسمشو میذاریم مثلا D مجموع جریانی که واردش میشه این آی سه پریم هست و این آی 2 پریم بنابراین آی سه پریم به علاوه آی دو پریم مساوی میشه با آی 1 میشه با آی پریم این جریانی که ازش خارج میشه خب من امیدوارم که این قانون الان براتون مشخص شده باشه و یک کاربرد خیلی ساده این قانون در یک همچین گرهیه که در یک سیم هست و این داره میگه که الان این آیی که وارد این گره میشه برابر هست با این آی یکی که ازش خارج میشه و در حقیقت یک جورها این داره به ما اثبات میکنه که جریانی که در یک سیم داریم همه جا برابر هست خب یعنی این قانون کرشوف در این گره در حقیقت یعنی اینکه که این جریان همه جا یکسان هست در این گرهی که فقط یک سیم هست خب خیلی هم خوب تن ساده رو یاد گرفتیم بریم سراغ قانون ولتاژ کرشوف پس بذارید من بنویسم ما میخوایم با هم قانون ولتاژ کرشوف رو هم یاد بگیریم خب این قانون چجوریه؟ بذارید اول قبل از اینکه من صورت قانون رو بگم بیام روی اینجا یک بحثی با هم بکنیم بذارید من اسم این نقطه رو مثلا بذارم نقطه مثلا این نقطه رو میذارم B این نقطه رو میذارم C این نقطه هم که دیه اینم دوباره A خب ببینید الان V A من های V B برابر صفره درسته چون در یک سیمه رسانه کامل پتانسیل با هم برابر هست یعنی اختلاف پتانسیل صفر خب حالا وی بی منهای وی سی چقدر هست خب ببینید وی بی یک جریانی اینجا داره عبور میکنه از این مقاومت آر سه بنابراین ما یک افت پتانسیل داریم روی این مقاومت که اختلاف دو سرش طبق قانون اوم پتانسیلش برابر هست با آر سه ضرب در آی سه این مساوی هست با وی بی منهای وی سی پس این میشه آر سی منهای ببخشید آر سی ضرب در آی 3. از طرف دیگه VC و VD هم برابرن یعنی وی سی منهای وی دی هم صفره و از اون طرف VD دی منهای وی چی میشه VD دی منهای وی ببینید اینجا VA بزرگتر هست از وی دی خب چون جریان به این سمته یعنی اینجا ما سر مثبت مقاومتمون اینجا سر یادتون باشه همیشه در جهت جریان پتانسیل الکتریکی کم میشه خب بنابراین این اینجا وی ای منهای وی دی هست که برابر میشه با آر 2 آی 2 خب نتیجه میگیریم که وی دی منهای وی ای میشه منفی آر 2 ضرب در آی 2 خب حالا البته یک نکته که هست اینه که ممکنه در یک مدار خیلی پیچیده ما این جهت جریان رو اشتباه حدس بزنیم در این صورت هیچ اشکالی نداره چون این جریان اون وقت عددش منفی به دست میاد یعنی هیچ مشکلی در حل مدار ما ایجاد نمیکنه خب نگاه کنید من میتونم اینو به شکل یک داستان در بیارم یعنی داستانم رو بیام از نقطه A شروع بکنم پس این داستان رو بیایید با هم بنویسیم و بگم که V A یعنی من الان در وی ای وایس دادم بعد شروع میکنم حرکت میکنم میرم وی بی چقدر پتانسیلم کم میشه صفر تا یعنی مینویسم منهای صفر خب این الان مساوی هست با وی بی درسته خب ولی من نمینویسم بعد من الان رسیدم به وی بی دیگه خب این وی بی من طبق این منهای آر سه آی سه داره به من میده وی سی رو درسته در حقیقت من از بی که میگذرم پتانسیلی که اینجا دارم آر آی سه تا کم میشه من میتونم اینجا همینو بنویسم یعنی وی آ منهای های صفر که شد وی بی من های سه آی سه این مساوی میشه با وی سی یعنی من شروع کردم از این نقطه از مدار راه رفتم در این داستانم حرکت کردم رسیدم به نقطه بی اینجا پتانسیل هیچی کم نشد بعد پتانسیل آر سه تا کم شد تا من رسیدم به نقطه C درسته بنابراین من میتونم این داستان رو به این شکل بنویسم یعنی بگم وی آ منهای صفر منهای آر سا آی سه آی میشه وی C خب حالا من میتونم این داستانم رو ادامه هم بدم یعنی لزومی نداره که این داستان رو اینجا تموم بکنم پس بذارید من سعی کنم که اینجا با این پاک کنه خیلی ناقصم اینو پاک بکنم خب نسبتا پاک شد. خب حالا من میتونم این داستانم رو ادامه بدم و بگم که خب من الان رسیدم به وی سی رو دوباره راه میرم راه میرم میرسم به وی دی چقدر پتانسیل کم میشه صفر یعنی من های صفر این الان مساوی میشه با وی دی من این بالا می نویسم چون میخوام داستانم رو ادامه هم بدم خب این الان دوباره یک داستان دیگه شد بعد من میتونم از دی هم باز راه برم راه برم اینجا بیام حرکت کنم برسم به این مقاومت حالا از این نقطه تا این نقطه پتانسیل چه تغییری میکنه یعنی من دارم راه میرم اینجا پتانسیل چه تغییری میکنه اینجا پتانسیل داره آردو آیدوتا تا زیاد میشه چون من دارم در خلاف جهت جریان حرکت میکنم خب یعنی طبق قانون او پتانسیل این نقطه سمت چپ R2 i دو, دو تا بیشتر از سمت راسته پس من وقتی از راست دارم راه میرم راه میرم اینو عبور میکنم عملا دارم پتانسیل دو R2 i دو, دو تا زیاد میکنم خب و بعد میرسم به نقطه آ یعنی این مساوی میشه با V A خب من امیدوارم این داستانی که من دور زدم رو شما دیده باشید این در حقیقت مثل یک دونده که داره مید میدوه تا اینجا هیچ انرژی لزومی نداره صرف کنه مثلا سر این مسیر می‌خوره. بعد اینجا باید یک موانع سختی رو عبور کنه انرژیش کم میشه بعد اینجا میرسه دوباره از لیز میخوره از سی میره به دی بعد از دی که میخواد بره به نقطه a ای. اینجا دیگه مانعی که عبور میکنه در حقیقت یک مانع منفیه یعنی ما اینجا بهش کلی غذا میدیم انرژی میدیم و پتانسیلش رو زیاد میکنیم تا برگرده به نقطه ای. این دونده من و این داستان حلقه من هست خب من به این پدیده یعنی نقطه A, B, C, D, A به به این مستطیل میگم یک حلقه خب یعنی یک حلقه بسته خب پس این یک حلقه بسته است و داستان این حلقه همینیه که من نوشتم یعنی V, A, منهای صفر من R, 3 تا I, تا اینجا کم میشه میرسم اینجا دوباره هیچی کم نمیشه میام میام اینجا پتانسیل زیاد میشه برمیگردم به A خب این دقیقا قانون ولتاژ کرشوف است میگه وقتی که ما در یک حلقه حرکت میکنیم و پتانسیل های مختلفی که در حلقه هست رو با هم جمع میزنیم برابر پتانسیل همون نقطه اولیه میشه به عبارتی میدونید من الان این وی رو از دو طرف میتونم ساده کنم به عبارتی مجموع پتانسیل هایی که در یک حلقه ما با هم جمع میزنیم برابر صفر هست یعنی من اگه دیگه وی آ رو ننویسم مستقیم بیام ببینم چه تغییرهایی داره پتانسیلم هم از نقطه آ میکنه تا برگردم به نقطه آ اینجا صفر تا کم میشه اینجا آرستا 3 تا آی تا کم میشه اینجا دوباره صفر تا اینجا آر 2 i تا زیاد میشه مجموع اینها صفر است خب این دقیقا قانون ولتاژ کرچوف هست که برای هر حلقه ای درسته پس بیایید به عنوان یک تمرین دیگه من این داستان قانون ولتاژ کرچوف رو برای این حلقه هم بنویسم یعنی این حلقه پایینی خب این داستان رو بیایید این بار مثلا اسم این نقطه رو بذاریم ای اسم این نقطه رو بذاریم اف اسم این نقطه رو بذاریم اچ خب البته شما به زودی خواهید دید که این ای و اچ عملا اضافی هستند چون از دی تا ای من پتانسیل هیچ تغییری نمیکنه ولی من میذارم برای اینکه این جلسه اولی هست که ما داریم تمرین میکنیم و بذارید همه چیز واضح باشه خب بیایید داستان رو دوباره از A شروع کنیم خب یه دونده اینجا داریم B A پتانسیلی هست که باهاش شروع میکنه میاد اینجا میخوره به یک سری موانع و پتانسیلش کم میشه چون در جهت جریان حرکت میکنه اینو برای همیشه یادتون باشه در جهت جریان پتانسیل الکتریکی کم میشه در حقیقت پتانسیل R2 I2 تا کم میشه و اگر خب آی منفی باشه در حقیقت پتانسیل داره زیاد میشه دیگه ولی اون یواشکی یادتون باشه خب پس وی آ منهای های آر دو آی دو میشه وی دی درسته بعد وی دی منهای صفر میشه وی ای این منهای آها اینجا جالب میشه چرا چون من از ای تا بیام به اف پتانسیلم داره چه تغییری میکنه این باتری هست یعنی پتانسیل هم داره از سر منفی باتری میره به سر مثبت باتری در حقیقت دارم وی ولت زیاد میکنم پتانسیل رو اینجا دارم من یک انرژی اساسی یک غذای اساسی به دوندم میدم خب پس این میشه به علاوه وی خب خیلی ساده است دیگه میتونید رو شکل هم ببینید من از منفی میام به مثبت پس به علاوه وی اینجا از مثبت اومدم به منفی منهای آردو دو بود اینجا از منفی رفتم به مثبت به علاوه وی اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هم در جهت جریان دارم حرکت میکنم. بنابراین اینجا مثبت میشه، اینجا منفی و اندازش هست R1 I. درست؟ پس میشه منهای R1 I یعنی از F میرسم به نقطه H، از H منهای های تا باید هزینه بکنم تا برم دوباره به V A. این قانونه. ولتاج کرشوف هست KVL هست برای این حلقه پایینی یعنی یک بار دیگه با هم تمرینش کنیم من از نقطه A شروع کردم حرکت کردم حرکت کردم اینجا پتانسیلم R2 i تا کم شد چون از مثبت رفتم منفی در جهت جریان بود رسیدم به نقطه D از نقطه D صفر تا خرج کردم تا برم به نقطه E از نقطه E تا نقطه F یک باتری بود که V تا پتانسیلمو زیاد کرد و از نقطه F تا نقطه H R1 I تا پتانسیلم دوباره کم شد چون در جهت جریان بود و از H تا A هم دوباره صفر تا صرف کردم تا برگردم به نقطه A یعنی من دوباره پتانسیلم شد A و این داستان این حلقه من هست که من دوباره میتونم اینا رو ثابت کنم صفر کنم و بگم که منفی R2 دو 2 علاوه V منهای R1 آی میشه صفر پس این داستان حلقه پایینی من هست شما به عنوان یک تمرین چرا من اینجا زوم شد حالا دیگه اشکال نداره دیگه. شما به عنوان یک تمرین الان یه خورده از این دور رو نمیبینید ولی من دیگه نمیدونم چه جوری باید درست کنم بنابراین ادامه میدیم خب میگفتم به عنوان یک تمرین میتونید این حلقه بزرگ رو داستانش رو بنویسید یعنی از این نقطه B برید به نقطه C از C برید به D از D برید به E از E برید به F F به H H به A و A به B و داستان این حلقه رو برای خودتون بنویسید به عنوان یک راهنمایی هم بهتون میگم خیلی شبیه این داستان این حلقه پایینی من میشه خب این هم پس شد قانون ولتاژ کرشو حالا ممکنه شما بپرسید که این اصلا چه فایده ای داره که من یک قانون به این پیچیده ای بنویسم من بهتون میگم که اگر شما یک جلسه صبر بکنید در ویدئوی بعد من یک مثال خیلی مهم از تمرین های کتاب درسی تمرین های آخر فصل سوم کتاب درسی حل میکنم و خواهید دید که چقدر شما بدون خطا میتونید مدارهای خیلی پیچیده رو با این دو قانون حل بکنید خب خیلی هم خوب در کلاس درس بعد میبینم اتون خداحافظ